اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. در مورد محرم و نامحرم نکاتی رو عرض کردیم و مباحثی مطرح شد. خیلی نکات از جاهای مختلف مباحثمون مانده دیگه، به هر حال در سرازیری مباحث هستیم، سرازیری قبل، سرازیری بحثیم و رو به اتمامیم و باید جمع‌بندی داشته باشیم از بحث آن سوی مرگ و سه دقیقه در قیامت. بعده کرده بودیم که فلسفه رو میاریم سر سفره مردم، مثل نفت که قرار بود بیاد سر سفره مردم و البته بعده نبود، گفتیم اگه بشه. حالا نکاتی رو میخوام من عرض بکنم اگه خدای متعال توفیق بده و این گوینده هم خوب بفهمه مطلب و هم خوب بتونه بگه و شنونده هم انشالله منتقل به مطلب بشه که هست و انشاءالله مطلب فهمیده بشه. این اساره مباحث فلسفیه و چکیده همه مباحثه و همه نظام عالم تو این چند کلمه خلاصه میشه. اگر کسی اینو بفهمه، هم فلسفه رو فهمیده، هم دین رو فهمیده، هم عالم رو فهمیده، هم دنیا رو فهمیده، هم آخرت رو فهمیده، کلن همه چی رو فهمیده. خدا اول به این که داره میگه بفهمونه و انشالله که این فهم نصیب بشه. نظام دنیا و نظام آخرت نسبتش با هم چیه؟ اینو کلیت بحثمونه. بعد روی مورد خاص جزئی بحث میکنیم. نظام دنیا و نظام آخرت چیه؟ ما ماده رو تو بحث آن سوی مرگ اشاره بهش کردیم. عالم ماده چی؟ یعنی چی عالم ماده؟ عالم فراماده، یعنی مجرد از ماده، ماده، صورت، اینا رو یه اشاره هایی بهش داشتیم. خیلی جمع و جور و چکیده میخوام اونا رو یادآوری کنم با یک بیان دیگری و همه رو توی کپسول میخوام جمع بکنم اگه خدا متعال توفیق بده. ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. ما اینجا تو عالم دنیا هستیم، الان دقایق طلایی رو داریم سر میکنیم تو عالم دنیا. اگه قدر بدونیم خیلی لحظات پرشکوهی است حضور در دنیا. الان شب جمعه است که ما داریم صحبت میکنیم و رفتگان حسرت 2 دقیقه حضور در دنیا، نه در این جلسه، 2 دقیقه که فقط مثلا بیان یه کارت به کارت بکنن برن، مثلا یک کلمه یه پیامک حلالیتی بدن مثلا برن، یک سلام به امام رضا دور بدن برن، یک سلام به امام حسین بدن برن، یک ذکر صلوات، یه استغفرالله، یک لا اله الا الله و دست کوتاه و حسرت یک دونه لا اله الا الله رو الان دارند و ما اینجایی هستیم که داریم این وقتا رو همینجور میدیم میره. ما الان تو عالم دنیا هستیم. البته در عالم آخرت هم مراتبی از نفس ما حضور داره ولی نسبت بهش توجه نداریم، اونجا حضور نداریم. ظهور داریم اونجا، حضور نداریم. بعضی ها حضور دارن ظهور ندارن، بعضی ها ظهور دارن حضور ندارن. امام زمان حضور دارن ظهور ندارن. ما تو عالم برزخ ظهور داریم حضور نداریم. همین الان اونجا ظاهره همین اعمالمون ولی حاضر نیستیم، حضور نداریم نسبت اونجا. اگه حضور داشته باشیم میبینیم. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. خب عالم ماده عالم کنشه، عالم تبدیله، عالم تغییره، عالم تحوله.
میخوام یک تعبیر دیگه به کار ببرم. عالم ماده عالم اثرگذاری و اثرپذیریه. ما الان تو این دنیا که هستیم فرقمون با اونایی که تو عالم برزخن چیه؟ البته عالم برزخ یه رگه هایی از اینو داره، عالم قیامت دیگه این شکلی نیست. ما الان فرقمون اینه که ما اثرگذاری و اثرپذیری داریم، اثر میگذاریم و اثر میپذیریم. این تغییر و تحول این شکلیه، ما دائما الان داریم فعالیت هایی میکنیم. این مثلا خاکی که اینجا هست، ما بذر میکاریم، بهش آب میدیم، اون بذره تبدیل به نهال میشه، اون نهاله تبدیل به درخت میشه، اون درخته ازش سیب در میاد، اون سیبه تبدیل به آب سیب میشه، یا تبدیل به خیلی چیزای دیگه میشه. باز همینجور تحول تحول تحول، تبدیل تبدیل تبدیل، و هی اثرگذاری اثرپذیری. ما غذایی میخوریم، این غذا تبدیل به خون میشه، اون خون تبدیل به نطفه میشه، اون نطفه تبدیل به جنین میشه، اون جنین تبدیل به کودک میشه، اون کودک بزرگ میشه، تبدیل به یک جوان میشه، اون جوان میمیره، اون بدن او تبدیل به خاک میشه، تبدیل به کود انسانی میشه، تبدیل به خاکستر میشه، تبدیل به خوراک حیوانات میشه. همش عالم ماده عالم چرخشه و همش اثرگذاری و اثرپذیری. دائما اینجا داره تأثیره. روابط ما با هم همش تأثیرگذاری و تأثیرپذیری. همه چیز اینجا تأثیرگذاری و تأثیرپذیری است. پس اینجا میشه نظام دنیا. نظام آخرت چیه؟ نظام آخرت نظام بروز آثاره. اینجا مگه اثر نذاشتی؟ یک اثر، اثر مادی گذاشتی، یک اثر، اثر ملکوتی گذاشتی. اثر ملکوتی تو کجا میبینی؟ ماده رو رها میکنی؟ دیگه توی و آثارت. اون حرفی که زدی چه آثاری داشت؟ توی و آثار اون حرفت. مثلا اثر اون حرفت این بود که یک اثر دنیایی داشت، مثلا صیغه ازدواجی جاری شد. این صیغه ازدواجی که جاری شد اثر دنیایش این شد که فلان کس با فلان کس زن و شوهر شدن. اثر ملکوتیش این میشه که یک زوجیتی، یک نسلی، نسل طیب و طاهری، و آثار عجیب و غریب که تو روایت داره اگه کسی واسطه ازدواج بشه چه آثاری که هر یک کلمه که میگه چی میشه اون ور، هر یک قدمی که برمیداره چی میشه اون ور. پس یک اثر اینجایی داشت، یک نفر با یک نفر دیگه آشنا شد، یک نفر با یک نفر دیگه رفیق شد، این شد اثر دنیوی. یک نفر با یک نفر دیگه همسایه شد، یک نفر زیر یک سقفی ساکن شد، یک نفر از گرسنگی در آمد، یک نفر دردش آمد، یک نفر تحقیر شد. اینا یه بخشی از بروز مادی، اثر گذاشتیم و اثر پذیرفتیم. حالا بروز آثار. اصلا دنیا داره مکافات نیست. این سریال ترکیه خیلی نبینیم، کلید اسرار و فلان و اینا گولمون میزنه، اینا حواسمون پرت میکنه، بعد منتظر میشین من که چوبی نخوردم پس منم چه که مشکل نداره. اگه فلان مشکل بود که الان این اتفاق نمیفتاد. اصلا این دنیا هیچ چیزش اثر و جزا نیست، که حالا یک بحث مفصلی است، نمیدونم بشه بعدنی توی موقعیتی بشه اینو مطرح کرد یا نه، نمیدونم. که اصلا عالم دنیا عالم مکافات به این معنا نیست. اگرم مکافاتی آمد باز تو همون نظام تاثیرگذاری و تاثیرپذیریه. مکافات این دنیا هم باز برای اثرگذاری است، برای اثرپذیری است. باز میخواد از اون آثار اون طرف کم بکنه یا آثار اون طرف رو بیشتر بکنه. میگه این ذکر رو گفتم بچه دار شدم. ذکر اثرش بچه دار شدن نبوده. بچه دار شدن نتیجه نیست. تو دنیا اصلا نتیجه حاصل نمیشه. اینجا داره مکافات نیست، داره جزا نیست، داره نتیجه نیست. اینم که بهت دادم تو یک رزق جدیدی افتادی با یک تاثیرگذاری و تاثیرپذیری کلانتر، و تو یک شاخه جدیدی از تاثیرگذاری و تاثیرپذیری افتادی.
به بعضی ها مصلحت میبینه میده، به بعضی ها مصلحت نمیبینه نمیده. این اون سیستم تاثیرگذار و تاثیرپذیر اون یه ریلی داره، این یکی یه ریل دیگه داره. و اینجا ابدا جزا نیست. اینی که مثلا پولدار شده، زن خوشگل گیرش اومده، نمیدونم مثلا ماشین فلان داره، این که اینه، اون که اونه، اینا هیچ کدومش جزا نیست. اصلا تو دنیا جزایی داده نمیشه. اینجا هر چی که هست داره ابتلاء، داره اثرگذاری و اثرپذیری. اگر هم چیزی بدن میخوام ببینن که هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر و ام اکفر. حضرت سلیمان میگه که اینی که من تخت بلقیس رو آوردم و اینا که قبل اینکه چشم به هم بزنم آوردن برام، یه همچین موقعیت و تخت و شکوهی دارم، این نتیجه اعمالم نیست، بندگی کردم خدا به هم داده، نتیجه‌ای هست که خودش باز امتحانه. نتیجه نهایی اصلا نتیجه حاصل نمیشه، این نتیجه موقته، نتیجه است که میفته تو یک امتحان جدیدتری، مثل کنکور. نتیجه کنکور چیه؟ شما میای دانشگاه، یعنی ظرفیتی از خودت نشون دادی برای اینکه در یک دوره جدیدی از آموزش قرار بگیری، نه اینکه کنکور دادی و اول شدی تمام. اول شدی تازه اول ماجرا است، بهترین دانشگاه برای ثبت نام کنی و بعد تازه درس خوندن ها سنگین‌تر و کلی ماجرا و کار و اینا. پس دنیا داره تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و آخرت داره بروز آثاره. یک مثالی میخوام بزنم. این پس بحثی که ما الان داریم بحث قوه و فعله، اینو توی مباحث فلسفی بهش میگن قوه و فعل، که حالا حرکت جوهری و اینها تو از همین بحث قوه و فعل در میاد. ما تو دنیا یک قوه ایم، یک استعدادیم. اینجا اصلا به فعلیت، یعنی به فعلیت هم اگه برسیم بروزی نداره. بروز فعلیت ما مال بعد از مرگ، که چه ساخته ایم و چه شده ایم مال بعد مرگ. اینجا همش قوه است، امکانه، استعداده. به اصطلاح فلاسفه بهش میگن حیولا، حیولای اولا و اینا. یک نفسی خدای متعال به ما داده و سپرده ما که اینو بسازیمش، و این با هر حرکتی از ما، با هر فکری از ما، با هر کرداری از ما، هر کنش و واکنشی از ما، هر تأثیری که بذاریم و هر تأثیری که بپذیریم این شکل میگیره. فعل و انفعال ما این نفس رو شکل میده. بعد این یک صورتی داره، صورت این نفس میشه صورت مثالی ما که در عالم برزخ میبینیمش به شکل اون حیوانات و فلان و اینها، یا به شکل ملائکه است و بالاتر که بحثش رو جلسات قبل داشتیم. و یک حقیقتی داره که اون حقیقتش دیگه مربوط به عالم بالاتر در عالم عقل و عالم لاهوت و اینها، عالم جبروت و لاهوت و اسماء و این حرف که کاری به اون نداره. بعد پس ما اینجا در نظام تاثیرگذاری و تاثیرپذیری، یعنی قوه است، این قوه رو باید به فعلیت برسونه، این رفتارها و اعمال ما این شکلی. و هر آنچه که از این تأثیر و تأثرها داریم، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری، یک صورتی داره، یک جلوه‌ای داره، جلوه است. ما علتش میشیم، میشه معلول ما، از ما هم جدا نیست، همیشه با ماست، خود ماست. من خود نگاهایی هم که انجام میدم، من خود حرفایی هم که میزنم، من خود چیزایی هم که میشنوم، خود چیزایی هم که میشنوم، اون شنیدنی ها با من یکی میشه. این باز یه بخش دیگه از فلسفه صدرایی بهش میگن اتحاد عقل و عاقل و معقول. پس ما الان چند بخش فلسفه صدرایی تو چند کلمه گفتیم، علت و معلول، قوه و فعل، حرکت جوهری، اتحاد عقل و عاقل و معقول، عوالم وجود. اینا همش هر کدوم از اینا شاید یک سال مباحثه فلسفه بخواد، لااقل بعضیش لااقل یک سال میخواد. مثلا اتحاد عقل و عاقل و معقول، حرکت جوهری بحث مفصلیه، علیت یک بحث مفصل، هر کدوم بحث مفصلی دیگه. حالا آوردیم سر سفره دیگه این فلسفه رو. چکیده بحث فلسفی اینه، یعنی این جهاشه که فلسفه فلسفه میشه، فلسفه اسلامی با فلسفه های دیگه فرق میکنه، چون فلسفه های دیگه معرفت شناسی بیشتر، ما بحثمون بحث هستی شناسی. فلسفه ملا صدرا البته تو بخش معرفت شناسی با فلسفه غرب درگیری داره، فلسفه غرب بیشتر از معرفت شناسی تقریبا چیزی نداره، یعنی تو هستی شناسی کلا بیلمزه، کلا خالی، میگه من هیچی، فقط معرفت شناسی. اما در ادراک و اینا مثلا چی از چه جنسی، چه شوی میشه ادراک کرد، چه شوی میتونی بگیم که من ادراک کردم درسته غلطه فلان، اینا میشه بحثای معرفت شناسی. بحثای هستی شناسی خیلی مهمه، ما کی هستیم و کجاییم و این عوالم چیه، چی کاره ایم اینجا.
اینشه که فلسفه اسلامی خیلی توش حرف داره. ای کاش از این حرفا بنده امیدم زیاده و به فضل و رحمت خدا امیدوارم. حتما بین مستمعین و مخاطبین ما افراد باهوش، زیرک، اهل قلم، با قوه خیال و خلاقیت بالا زیاد داریم که بتونن اینها رمان کنن. چه اشکال داره داستان نوشته بشه در مورد زندگی برزخی؟ صدها داستان بنویسید، هزاران داستان بنویسید، هر کدوم از این بخشا رو یه اپیزودش کنیم. خیلی زیباست، خیلی دلرباست، خیلی دیوونه میکنه آدم، خیلی هوای اینجا را از سر آدم خارج میکنه، خیلی شورانگیزه. بعد روایات از یه طرف، آیات از یه طرف، دیگه کلن آیات و روایات فهمیده میشه. بنده حالا اگه این جلسه خدا توفیق بده، یکی از روایاتی که بسیار نسبت بهش گارد هست و اصلا نمیشه جایی نقل کرد، با این بیانی که عرض میکنم براتون میخونم، وقت ببینیم روایت چی میخواد بگه. روایتی که اگه الان بخونم قطعا بعضی از دین بیدین میشن. یعنی اگه تو خیابون این روایت مواجه بشیم بدون این فضای ذهنی، قطعا بعضی از دچار سوء تفاهم و نفرت میکنه. ولی با این فضا آدمو به شعور میاره که چقدر این روایت عجیب غریب. پس این فضای هستی شناسی در قیاس دنیا و آخرت، ماده و معنا. ببینید یه چوب، حالا این مثال بی ربطیه در مورد چوبا، مثال غلطیه، ولی کار ما رو میندازه. ما چون تو عالم ماده در واقع تو این دنیایی که میبینیم، چیزایی که میبینیم، چیزی که بالفعل اصلا نباشه، هیچ فعلیتی نداشته باشه، نداری. ولی یعنی غیر از نفس اینجوریه که دائما فقط شکل میگیره و قوه محض و هی فعلیت بهش داده میشه. اینا که بیرون داریم، حالا مثلا من چوب میخوام مثال بزنم. در مورد چوب شما ببینید که چون چوب اینجا با مادهش ما کار داریم، ولی صورت هم داره، چون فعلیت به صورت ربط داره. حالا ماده یه چیز، صورت یه چیز دیگه. اینا بحثای سختیست، حوصله کنن عزیزان، خیلی دست به گیرنده ها نزنن. اینا دیگه بیشتر از این من نمیتونستم ساده کنم بحثا رو، توان من نیستن که نمیشه، میشه حتما، من بلد نیستم، حوزهشو ندارم. دیگه ماده داریم، یه صورت داریم. این ماده چوب، اونی که تغییر تحول پیدا میکنه، اون مادهشه، اون صورتش اینه که الان میبینیم. این صورت یک درخته، این یک ماده است. این ماده دائما تحول و تبدل پیدا میکنه، میتونه بشه برگ کاغذ، میتونه بشه اسکناس، میتونه بشه دستمال کاغذی، میتونه بشه قایق، میتونه بشه کشتی، میتونه بشه میز، میتونه بشه کمد، میتونه بشه کشو، دراور. اینا همش در قوه این چوبه. الان فعلا چیه؟ درخته، صورت درخت داره. شما این صورتشو میتونی هی تحول درش ایجاد بکنی، هر صورتی که بخوای بهش بدی. این ماده این قوه رو داره، این استعداد رو داره. این استعداد خالیه، دست شما. از این چوب چی میخوای بسازی؟ در، پنجره، چی میخوای بسازی از این چوب؟ البته میگم مثالش رفتی ما نداشون، الان این چوب خالی نیست. ما اصلا چوب خالی نداریم تو دنیا، همه چوبا یه صورتی داره. این چوبه الان درخته، این مثال از این ورش جور در نمیاد، ولی از اون ورش چوبه، چوب مادهش چوبه، ماده دست شماست، چی میخوای از این بسازی؟ این حالت نفس ماست، این ماده است، این امکانه، این قوه است. حتی نفس مادی نیست، این الان دست شماست، چی میخوای ازش بسازی؟ هر چی تو الان میخوای حیوانش کنی، میخوای انسانش کنی، میخوای ملکش کنی، میخوای اسم رحیمش کنی، میخوای اسم قریب کنی، اسم بعید کنی، اسم زال، مزل، اسم هادی، اسم مرشد، دست تو کدوم اسم میخوای جلوه بدی؟ میخوای علت برای چه جلوهی باشی؟ توی یعنی قرآن، عرفان، برهان، توی فلسفه به این میگن علت و معلول، توی عرفان بهش میگن جلوه، تجلی، تو قرآن بهش میگن آیه و کلمه. هر ستاش یه چیزه، آیه و کلمه در قرآن، در عرفان بهش میگن جلوه، در فلسفه بهش میگن علت و معلول. حالا نسبت اینا با هم دیگه دارن، اصل بحث هم نمده خداست، ولی به ما هم ربط داره. ما هم
حالا همه عالم جلوه حق تعالی است، همه عالم آیات حق تعالی است، کلمات حق تعالی است. ما هم دائما در حال تولید کلماتیم، تولید جلوه هاییم. عالم برزخ کلماتی که تولید کردیم رو میبینیم. اون پرونده هم که به ما میدن میخونیم، تو دفتری که کلمات ما رو نوشتن، اینا رو نوشتن، جلوه های ما رو نوشتن. اون جلوه ما رو در هر آنچه که بروز داره به ما نشون میدن و میبینیم اونجا. البته عالم برزخ ظرفیتش محدودتره، چون هنوز یه رگه های از عالم ماده رو داره، هنوز یه مقدار تاثیرگذاری و تاثیرپذیری توش هست، امکان در آمدن از بعضی خطاها و اشتباهات هست، ولو خیلی زمانش طولانیه که نسبتشو عرض کردم. اینجا اگه 40 روز وقت میبره، اونجا 40 تا 50,000 سال وقت میبره. این نسبت هم دوستان باز ممکنه به ما پیام بدن و بگن که بله اون روز قیامت 50,000 سال دنیاست، ولی نسبت برای ما مهمه. ما این چند بار عرض کردیم، بله ما اینجا میگیم یه روزش میشه 50,000 سال اونور. این عبارت یه کمی درست کجتابی داره، قبول دارم اینو، عبارت درستی نیست، چون اونجا یه روز داریم که 50,000 سال اینوره. ما نسبت چه کار داریم؟ نسبت قیامت و دنیا نسبت 50,000 برابره، با این نسبت کار داریم. بله یک روز اون طرف که اینجا میشه 50,000 سال، نه اینکه یک روز اینجا اونور 50,000 سال ارزش بشه، ولی نسبت 50,000. چون قبلا گفتم بازم دارم تکرار میکنم، چون باز یادمون نرید مطلب چی. خب تو عالم برزخ هنوز پس این هست، تاثیرگذاریه هست، یه امکان رشد به این معنا هست، و هنوز همه جلوه هاشو با هم نمیبینه. یعنی صدقه که داده همه جلوه هاش مال بهشت عدنه، عالم برزخ یه مقداری از جلوه های اونو داره میبینه. کلاس درسش همینطوره و حوض آبش همینه و قضاهاش همینه و کلن عالم برزخ این شکلیست. و هنوز در بازه، مثلا پروندهش هنوز بازه، صدقاتش، کار خوبش و همطور کار شرش. سنت حسنه اگه گذاشته بهش میرسه، سنت سیئه اگه گذاشته بهش میرسه. یه نفر اگه برای راست هدایت کرده، یه هرچی داره عمل انجام میده او شریک، الدال و علال خیر کفائله، کسی که دلت به خیر میکنه کفائله، مثل فائله این کاره، انگار این خودش داره انجام میده. شاگردان تربیت که انو شاید متحری حضور داره، 40 سال توی مملکت هست و دائم داره شاگرد تربیت میکنه، دائم جلوه داره در این عالم، در این دنیا، و این افرادی که کتاب او رو میخونن سر به راه میشن، فعالیت های انجام میدن، اینا همش تو پرونده شهید متحری، تو پرونده حضرت امام، تو پرونده بسیار از شهدای ماست. خلاصه اینا عمل منفصله، میاد هنوز به حسابش. اگر گفته به فلانی رأی بدید، مثلا یه کسی رأی نداشته، مثلا رأی ساخته، مثلا فرزند ممکن باشه اینجور، و اون بزرگوار رفته و یکی مونده مثلا، و این داره کار انجام میده به جای او داره خراب میکنه مثلا، این هنوز پرونده بازه و دارن مثلا میگن که یه اختلاس دیگه هم کرد، مثلا تو پرونده داره میاد میگه که مثلا یه بار دیگه هم مثلا یه تورم دیگه هم به مردم وارد کردی، مثلا یه پدر دیگه از مردم در اومد، مثلا این هنوز تو پرونده داره میره. خلاصه اینجا پس ما ماجرای ماده رو داریم و اثرگذاری و اثرپذیری، اون بعد بروز آثاره. مثالش هم مثال چوب بود و مشتقاتی که ازش تولید میشه که ما تأثیر میذاریم بر این چوب و اینو عوضش میکنیم. خب این نظام تأثیرگذاری و تأثیرپذیری. تأثیرپذیری هم حالا من یه وقتی به یه کسی یه چیزی میگم، یه حرفم آثارش رو در برزخ میبینم، یه وقت از یه کسی یه چیزی میشنوم با اختیار خودم، یعنی گوشم رو در اختیار رو قرار میدم، چون یه وقت یه چیزی به گوش میرسه منم نمیخوام، یه وقت یه چیزی به ذهن میرسه منم کارش ندارم، یه وقت یه چیزی که به ذهن رسید گرفتم، یه چیزی که به گوش رسید گرفتم، پذیرفتم. تاثیرپذیری اینی که شنیدم با منه، صورتش رو در عالم برزخ خواهم دید. هر آنچه دیدیم با ماست، هر آنچه شنیدیم با ماست، همش با ماست، کلمات ماست، آیات ماست، جلوه های ماست، بروزی از ماست. برزخ همش بروز ماست، همش جلوه ماست، خودمانیم آنجا، خودمانیم و جلوه ها ما. تا ما چی بروز بدیم اون طرف، این میشه بروز ما اون طرف. حالا بحث شاکله و ملکاتون از همینجا در میان. حالا اثرپذیری ها
خیلی دایرش وسیعه، اثرگذاری ها خیلی دایرش وسیعه. اگر بدونیم که اینا تا کجاها اثر داره، اصلا آدم شاخ در میاره چقدر این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نفس ما بالاست. به بزرگی گفتن، دم مرگش بود این بزرگی، بهشون گفتن شما خیلی نصیحت های خوبی میکردیم اما در دوران حیاتت الان داری از دنیا میری، یه نصیحتی بکن این لحظات آخر. ایشون فهمده بود که من دو بار در زندگی با نااهلان نشست و برخاست داشتم. دفعه اول 20 سال طول کشید تا اثرش از نفس من رفت. دفعه دوم الان مثلا این همه سال زیادی رو گفت گذشته و الان لحظه مرگم اینم اثرش هنوز از بین نرفته. من عاشق عباس قمی موقع جان دادن ایشون رو دیده، یعنی احتضارشون بود و اطرافیان که ایشون خیلی حالش بده، کنارشون که کنارشون بودن گفتن که آقا چقدر حال شما بده. ایشون فهمید که یک بار 20 سال پیش یه دروغی گفتم مصلحتی هم بود، الان دارم میبینم جاش نبود، الان مکدرم، دارم میبینم کم کم آثار داره ظاهر میشه و این اثر با منه، اون دروغ 20 سال پیش با من. الان من، ما که اینستاگرام نداریم و اینا، روی اینترنت یه لحظه چون این امکان اومده که اینستاگرام میشه دایرکت رو چک کرد و اینا، که البته بنده دایرکتم نه میرم و نه کار دارم و اینا، یه لحظه فقط دکمهشو زدم یه پیج قدیمی که داشتیم، بعد دیدم یه پیامی بوده مال 263 هفته پیش، پیام تو اینستاگرام 263 هفته پیش، یعنی 5 سال پیش. بعد با خودم گفتم که یه اینستاگرام یه پیام و 263 هفته نگه داشته. و تو فهم که مثلا یک کلمه اونجا یه عکس من فرستادم، گفتم این چی بوده مثلا، این مال اون موقع بود من گرفتم برای فلانی فرستادم، یه تصویر رو 263 هفته نگه داشته توی اون باکس، توی اون پیوی. این که اینستاگرام و این دونه ماده است و این دونه اینجور چیزه، یه سخت افزار و نمفتار و فلان، نفس که دیگه اصلا نفس ابدیت، این که ابدی نیست، این ماده است محدوده. نفس دیگه 263 هفته 263 سال نداره، یک صورت رو تا ابد با خودش نگه میداره. این صورته یا تمیزه یا کثیفه، یا خیره یا شر. این ماجرای محرم و نامحرم. همین خانومی که دو کلمه باش حرف میزنی بهش میگی دوستت دارم، اگه محرمت باشه این دو یک کلمه دوستت دارمی که به او گفتی، اولا که تو قلب او حک میشه، پیغمبر فهمون که لا تذهب من قلبها ها ابدا، لا یذهب یا لا تذهب یا لن تذهب لن یذهب هم فکرم دارد، هیچ وقت ها ابد از قلب او خارج نمیشه. این اثر پذیری، یک دوستت دارم به خانوم که میگی تا ابد با اوست و این آثارش در قلب او هست. بعد اگر محرمته، اگر همسرته، یک اثر داره. اگر نامحرمه، این همون یک کلمه ایه که حالا من روایتشو الان نمیخوام بخونم، میخوام اصلا بعد بحثای محرم نامحرم میخوام روایتشو بخونم از پیغمبره که مرحوم صدوق در ثواب الاعمال روایتشو مفصل نقل کرده، که اونجا یک کلمه بگی بعد دیگه فهمیدن چند هزار سال برزخی گرفتاری داره. یک کلمه اضافی به نامحرم به هر کلمه ایش، به هر کلمه ایش انقدر اثر دیگه. به ما بحث محرم نامحرم اصلا از فضای فقهی وارد نشدیم، فقه اصلا ما ربطی نداره و ربطی به این جلسه هم نداره، چون شما که مقلد بنده که نیستید. میخوام من به شما بگم، بنده حالا اگه چیزی خودم مثلا شاید قبول دارم ندارم فلان، اون یه بحثی به خودم داره، به کسی هم کار نداره، به کسی هم نمیگم اصلا که محدوده مثلا محرم نامحرم و چی میدونم مثلا. ولی اینی که ما داریم بحث می‌کنیم بحث فلسفیه، بحث هستی شناسی، هستی شناسان است. ما داریم یک عالم رو بررسی می‌کنیم، توی این عالم هیچی گم نمیشه، این اثر تا ابد میماند. اگه محرم، نورانیتش تا ابد با تو میمونه. اگر نامحرم، تاریکیش و ظلم و ناریتش تا ابد با شما میمونه. خب بعد آدم ساده پیدا میشه میگه یعنی یک کلمه که مثلا یه عقدی با هم میخونیم، این مثلا هم یک کلمه کارو درست میکنه؟ آدم ساده است دیگه،
نمیدونه دیگه، از اثر خبر نداره دیگه. میگه یعنی الان این خانم که نامحرمه، ما یه جمله با هم دیگه بگیم، بعد مثلا یه قبلتو این وسط بیا، تمام همه گیره یه قبلتو بود. آقا ول کنیم بابا، یعنی یه قبلتو. یه وقت من تو دانشگاه میگفتم، میگفتم الان مثلا من به شما بگم که شما مثلا اکبر حسنزاده، نمیدونم حالا نداشته باشین تو خاطرمی، اکبر حسنزاده، اکبر حسنزاده بزرگوار هر جا هستی من ارادت دارم بهت، ماشینت هم یه جلو در فرد یه پیشون رو داره اسم اکبر حسنزاده، اکبر حسنزاده فرزند اسقر داشتیم، وسایل داشتیم اکبر فرزند اسقر، میگفت جور در نمیاد با قواعد، بابا اسقر میشه بچه اکبر میشه، بعد برعکس میشه، اکبر حسنزاده فرزند اسقر. من الان به هر کدوم از این کلمات دست بزنم صدا در میاد، درسته؟ مثلا من بگم اکبر حسنزاده فرزند مجید، این که اصلا دیگه میگیری یه فصل منو میزنی، نمیزنه؟ قطعا میزنه، هو حرف دهن تو بفهم، بابات بچه مجیده. آقا یه لفظه دیگه، چرا آقا واکنششون میدید دیگه، حالا اسقر مجید چه فرقی میکنه، یه لفظ نیست، یه کلمه است دیگه. اکبر حسن زاده میگن بیژن حسن زاده، من بیژن نیستم، من اکبرم، اکبری، اکبر قلی زاده، قلی زاده هم باباته، اکبر حسن زاده. شما هر کدوم این کلماتی که دست میدنی سر طرف سرش در میاد، درسته اینا جعل اینا قرار داده، ولی تو داری یک نظامی رو زیر سوال میبری، بابای من رو من اسم گذاشته، من با یه اسمی شناخته شدم، تو میخوای بگی من اینو به رسمیت نمیشناسم. اونی که بابا دیدین بعضی خانواده ها که مثلا این پدر مادر بچه مثلا یه اسمی روش میذارن، مثلا بابا بزرگی از این اسم خوشش نمیاد، رو خودش یه اسم دیگه میذاره، اینا گاهی دیده میشه، بعد مثلا اینا اسم بچه گوشن مثلا چه میدونم مثلا پاندا، کم کم اسم میرسیم دیگه، بعد مثلا بابا بزرگی میگه نه من مثلا اسم پاندا دوست ندارم، من گوریل دوست دارم، بعد اینا هر وقت میگن پاندا بابا بیا، اون میگه که گوریل عزیزم، میخواد بگه من این نظام قرار دادی و جعلی شما رو که جعل کردید یک اسمی رو برای یه نفر قبول ندارم، به رسمیت نمیشناسم، این تکبر آدم در برابر این نظام، یه لفظ بالا آدم ساده میگه ها دعوا نکن دیگه، علی یه کلمه است دیگه، یک شعر اسخر باشه، پاندا باشه، گوریل باشه، کرکودیل باشه، اسم دیگه، یه لفظ دیگه، حالا مگه چیه، حالا قبل تو نمیدونم، لا قبل تو نمیدونم، آره نه، گیر ندید دیگه، نه دختر پس همگر دوست دارن دیگه، یک نظامیست و آثارش کاملا متفاوته، همونجور که این اکبر رو شما اسمش شما میری کارت به کارت کنی بریم اکبر اسقر نوشته باشه، گاهی یک شماره جابجا میشه تو شماره موبایل طرف، تو شماره کارت طرف، یک کلمه اسم جابجا میشه، این کارمند بانکی که بنده خدا 5 میلیارد جابجا میزنه و بعد پدرش درمیاد از جیب باید بده، این بنده خدا یه عدد رو جابجا زده، یه اسم رو جابجا دیده و کلن میفته تو جهنم بدهی، 5 میلیارد اگه درست داده بود به اون مجید اکبرزاده واقعی داده بود بهش حقوق ماهیانه هم میدادن وقت کار خوبی که کرده، یه مجید اکبرزاده رو مجید اکبرزاد برای مجید اکبرزاد فرستاد، این 5 میلیارد از حلقومش در میارن، نرفت اونجایی که باید بره، نمیدونم میتونم حرفامو برسونم یا نه، این نظام ملکوت و این آثار اعمال ماست، خصوصا تو بحث محرم و نامحرم این ماجرا خیلی مفصله و ما گیر داریم، مثلا این بخش من اینجا گذاشتم، پس ماجرا اینه، بله یک کلمه اثر داره، کلا این عالم عالم اثره، میری میبینی حالا چه اثری گذاشتی دیگه، اثر رو میبینی، فرق زنا پیغمبر اکرم فرمود فرق زنا و عروسی ضرب و دفع، الفرق بین النکاح و السفاح ضرب و دفع، فرق عروسی و زنا دایره زدنه، نه اینکه میخوان دایره زدن و بگن حلاله ها، میخوان اینی که اون علنیه این مخفیانه است، همین، یعنی هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره، اون میشه زنا با اون همه آثاری که گفتیم، میشه
ازدواج که 70 برابر میشه نمازش، مثلا نمازش انقدر برابر میشه و ثواب نمیدونم خوابیدنش و نفسهاش و نمیدونم این همه آثاری که گفتن، دو سوم دینش کامل میشه و یا نصف دینش، لااقل نصف دینش کامل میشه و همه این آثار هست. فرق ایناست. اون یکی چی میشد؟ میشد میمون. یکی چی میشه؟ میشه از ملائکه بالاتر. هم یک کلمه فعله یه فعله. این دست تو دست اون گذاشته و داره بهش محبت میکنه و رفته آب میوه خریدن، نشستن با هم میخورن و تو کافی شاپ نشستن و این پیام میده سلام عشقم و اون میگه چرا سین میکنی جواب نمیدی و چقدر دیر آنلاین شدی و همه اینا هست. این تو فضای محرمه، همه اینا نوره و از توش ملائکهی همینجور داره در میاد. اون یکی تو فضای ظلمته و همینجور شیطان داره زاییده میشه از این فعله و تاریکی و ظلمته. همینقدر باریکه مرزها تو عالم برزخ، اینقدر باریکه این محرم و نامحرم و اثرش. حالا بنده دو سه تا نکته بگم و بریم سراغ بحث اثرگذاری و اثرپذیری. در نگاه شما ببینید چقدر بزرگان حساس بودن. مرحوم حاج رحیم ارباب که در اصفهان اشرف فرمود بود که من 30 سال با زن برادرم در یک خانه زندگی میکنم، یک بار حتی نگاه هم به اون نیفتاد عمدن که بخوام ببینم ایشون کیه و چی و اینا. و در حالی ما 30 سال با اون زندگی کردیم که الان من نمیتونم برای شما بگم زن برادر من چه شکلی، این مراقبت رو بده که نسبت به چشم بشه. مرحوم قوچانی فرمود که ما محضر آقای قاضی که شاگردی کردیم به جایی رسیدیم که قبل از اینکه کسی را ببینیم پیام به ما میامد برای نفس ما که مثلا اینجور شخصی داره میاد و به صورت ناخودآگاه چشمون بسته میشد وقتی به نامحرم میرسید. این قوت نفسه، داره میگه آقا پیام این اینو نگیر، این آلوده است، هشدار میده. این داستان بنده از آقازاده آقای بهجت نشنیدم و از مرحوم عاشق حسن آقای عرفان خدا رحمت کنه ایشون، از منبریای باصفا و باسواد بود، از ایشون شنیدم. ایشون می‌فهمود که یه وقت نوه آقای بهجت، آقای بهجت کار داشت و یه چیزی رو آورد جلوی آقای بهجت، اینجور تو ذهنم، و سمت آقای بهجت گرفت، میگه دیدم که آقای بهجت چشمشون بستن سرشون رو برکردن. بعد این آزادش میگه که با فاصله بوده، اینجور تو ذهنم چون چندین سال پیش شنیدم، آزادش میگه آقا این بچه با شما کار داره، یه چیزی اومده شما ببینیم. میگه هر کار که این آقای بهجت نگاه نکرد، میگه اومدم جلوی دیدم که یه عروسکیه که لباساشو در آورده، عروسکیه که لخ شده. حالا عروسک که اصلا نه هیچی نه. خب اینا وقتی نگاه درست نیست به عالم، اینا همش میشه افراط، تندروی، مردم رو دارین زده میکنید، چون خبر نداره ابدیتی که در پس این آثار نهفته است و با نفس عجین میشه. این صورت عروسک اوریان حرامه؟ کدوم مرجع عاقلی فتوا داده که دیدن عروسک اوریان حرام؟ از خدای بهشت هم بپرس، میگه حرامه؟ قطعا نه. ولی او میدونه چه خبره، عالم رو میشناسه، میدونه نظام اثرگذاری و اثرپذیری چیه، به همین حاضر نشد نگاه کنه یک عروسک اوریان. حالا بعد ببینید برای مواظبت های در قوه خیال دیگه چیا گفته شد. مثلا میگه اگه نامحرم جایی نشسته و بلند شد نشین جایی، بذار سرد چه بد بشه. خب حرامه؟ قطعا نه. وقتی گفته از روی این روپوش، از روی شمد، از روی لباس میتونی دست به دست رو بده فقط فشار نده، این حکم فقهیش بود دیگه، معلومه که این از ابدا حرام نیست. خب آقا اون وقت شما میگین دست رو دستش بذاری از روی لباس اشکال نداره، بعد اینجا میگین جاش نشین بذار سرد شه. اون دارم اونجا قاعده فقهیشو میگم، حلال و حرام و اینا یه بحثه، اینجا یه بحث دیگه است. اگه بخوای با حلال حرام زندگی بکنی با قاعده فقهی، خیلی چیزا حلاله، خیلی چیزا حرامه. حلال حرامی اگه بخوای زندگی کنی، زن میتونه بابت شیری که میده اجرت بگیره از شوهرش،
حضرت زهرا سلام الله علیها اجرت گرفتن بابت شیری که بچه‌ها دادن از امیرالمومنین، حضرت زینب اجرت گرفتن، میتونه عجیب بشه اجرت بگیره. از اون ورم مرد میتونه تا 4 تا همسر دائم و تا 10 میلیارد همسر موقت. تا وقتی از زهرا زنده بودن امیرالمومنین یک دونه همسر دائم هم نگرفتن. تا وقتی حضرت خدیجه زنده بودن پیغمبر اکرم یک دونه همسر دائم هم نگرفتن، نه دائم نه موقت. تا وقتی حضرت خدیجه و حضرت زهرا زنده بودن این دو بزرگوار، نه دائم نه موقت. زندگی رو که قرار نیست ما با حلال و حرام به این معنا، یعنی هی ببینیم حریم قانونی چیه. بله من الان با پدرم هم میتونم بگو مگو کنم، بگو مگوی شرعی، یعنی به حرام نرسی، و میتونم یعنی قانونیش اینه، میتونم زنگ بزنم پلیس بیاد پدر منو ببره. میتونم یا نمیتونم؟ تو غرب که خیلی رایجه. امروز با یکی رفقا آمریکا صحبت میکردم، میگفتش که اینجا میگن که مردم نه تو خونه بمونی نه بیرون بیاین. چون بیرون میان کرونا پخش میشه، تو خونه میمونن کشت و کشتار میره بالا، هفتی میکشن رو هم و جنجال زیاده و اینا. بعد میگفت پلیس بیمارستانشون اعلام کردن که خواهش میکنیم ما فقط این تخت کم داریم، با گلوله کسی رو نفرستیم اینجا، ما نمیتونیم بشه سیده کنیم، ما اینجا فقط برای کرونایی ها گذاشیم، همگره نکشین لطفا تو خونه ها، نمیتونن ما هم زندگی کنن زیر سخت، تقیی هم به توقی میخوره زنگ میزنن پلیس. با کمترین مسئله پلیس میاد، بابا رو میبره، بچه زنگ میزنه پلیس میاد. کودک آزاری قشنگ چه قانونی، بچه میگن که تو هر وقت احساس کردی در... یعنی بابای به سمت بچه میگه که تبلت رو خاموش کن، بس دیگه چقدر بازی میکنی، چقدر گیم، زنگ میزنه پلیس میاد باباش میبره. درسته؟ خب اینا مثلا الان تو مملکت ما هم شاید مثلا ایناش قانونی باشه، تو بخشش قانونیه دیگه، شما میتونی زنگ بزنی پلیس، ولی این اصلا کجای آدابه، کجای اخلاقه، کجای انسانیته؟ فقه یه چیزایی هم لحاظ کرده برای اینکه جامعه حتی اگر میخواد حیوانی اداره بشه هم اداره بشه، به حد حیوانیتش هم برای تدبیر جامعه برنامه گذاشته، ولی نگفته که در اون سطح زندگی کن، گفته اگه کسی در اون سطحه ما این شکلی براش قانون داریم، مثل اینکه مثلا زندان قانون داره، ولی نگفتن که برو زندان زندگی کن، گفتن اگه زندان رفتی ما برای اونجا هم برنامه داریم که تو زندان چه شکلی شما مثلا بندها چه شکلی، قضا و فلان، بودجه مثلا داشته باشه، ردیف بودجه دارن الان همه زندان ها. اینی که اومده ردیف بودجه گذاشته برای زندان یعنی که مردم بری زندان، به این معناست؟ یعنی اگه تو زندان رفتی هم من اونجا هم بالاخره اینم ردیف بودجه و اینم برنامه‌ش. پس ماجرا فقه نیست که آقا این حجابش که فقه اینجور گفته اونم فلان، این مسئله چیز دیگه است. بحث حجاب اتفاقا یکی از بحث‌های بسیار دقیق حق الناسه، اثر داری میذاری شما رو آدم، ولو احساس میکنی که حلاله. ابراهیم هادی وقتی که اون دختر عاشق هیکل و ورزیدگی ایشون شده بود، لباس مثلا نسبتا تنگی میپوشید و هیکلش و اندامش مثلا بیرون میافتاد، وقتی با خبر میشه لباس گشاد میپوشه، به جای ساک ورزشی کیف در پیت دستش میگیره، این کارش مثلا اگه اون لباس اونجوری پوشید حرام بود؟ قطعا نه، فهمیده بود که بعضی دخترها مثلا یه جور دیگه در نگاهش میکنه، این یه نفس دیگریست، این یه ملکوت دیگریست، این یه باطن دیگریست. بعد شما میبینید چه داره میکنه این شهید، این نشری که مربوط به ایشونه، این کتاب صدقه در قیامت، نام این شهید میدرخشه بر این کتاب و این بر بچه هایی که به عشق شهید ابراهیم هادی جمع شدن و همه این ماجراها به برکت نفس اوست، که خود اون کتاب یه کتاب عجیب غریبیست. رهبر انقلاب میفهمه من کتاب ابراهیم هادی رو که خوندم تا مدت ها رو میزم بود، نمیتونستم، دلم نمیاد بردارم کتاب، چه نفس قوی داره که اینجور رهبری رو شکار کرده، کسی که قبری ازش نیست و شهید گمنام اینطور اثرگذار، آقا تو نه اسمی نه رسمی و اینطور حضور داره، اینطور داره تحول ایجاد میکنه، این چه نفسیه؟ مراقبت کرد تاثیرگذاری و تاثیرپذیری های اینجاشو، آثاری برای شکل گرفته اونجا تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بهش دادن. فرمود دم از زهرا، شما از زهرا هم که باشی نظام برای شما هم هست، این نظام جزاست. فرمود احسنت فرجها،
قوای جنسی خودش رو کنترل کرد از زهرا سلام الله علیها. خب یه از زهرا، از زهران دیگه، او باید حجاب داشته باشه دیگه، دیگه اون که باید پاک باشه عزیز من، ایشون هم باید پاک باشه، اونم اثر و جزا داره پاکیش. فهمود در ازای این که دامنش رو پاک نگه داشت، آلوده نشد، به حریم خودش کسی راه نداد، به خاطر حجابش، به خاطر حیاش، به خاطر عفافش، خدای متعال امامت رو تا قیامت در ذریه او قرار داد و ذریه او رو بر آتش حرام کرد. حالا این تعابیر مختلف است و توضیحات مفصلی هم داره که معناش چیه. این اثریه که خدا میده. حضرت مریم سلام الله علیها، آیه قرآن دیگه، احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا، دامنش رو کنترل کرد، عیسی رو بهش دادیم، در او دمیدیم از روح خودمون. این اثرش شد. هر چیزی اثرش از جنس خودشه. خب ما آدمای ساده، میگه به من میگن که تو حجاب اگه رعایت نکنی زودتر خواستگار برات پیدا میشه. ببین فلان یا حجاب رعایت نمیکنه. رزق مگه خواستگاره؟ اولا که اینقدر ما دیدیم که حجابشون هم کامل بود و اصلا شاید زیبایی هم نداشتن و هم زود ازدواج کردن و هم بهترین ازدواج داشتن و بهترین برکات. اونقدر بودن که بسیار زیبا و بسیار هم آزاد و هر کی اومد سمتشون برای فساد و بهره‌وری و این حرفا اومد و آخرام به هیچ ازدواج، اگر هم ازدواج کردن دو روز بیشتر دوام نیورد و بعدم بدبخت شد. اصلا اینا که قواره ماجرا نیست، ربطی نداره. بعد تو اثر رو کجا می‌خوای بذاری؟ این که ما میگه فکر می‌کنیم نظر مثلا اثرش تو دنیاست، مثلا این چون آدم خوبی بود مثلا اثرش این شد. نه آقا، حضرت یحیی علیه السلام پاک دامن بود و به هیچ زنی هم نگاه نکرد و اینا، آخرام ازدواج نکرد و آخرام سر اینکه یه کسی دیگه داشت زنا می‌کرد سر ایشونو بریدن برای زن زناکاری بردن. این که نشد این که ماجرا که مثلا این چون خوب بود مثلا بهش فلان خونه رو دادم اونم چون فلان بود. کلید اسرار نبینید، کمتر ببینید، اثر خوب نداره. ماجرا اینه، اینا اثرش این شکلیه در ملکوت. شما اثر گذاشتی، خودت رو نشون دادی. با چه وجهی نشون دادی؟ چی از خودت نشون دادی؟ خواستی چه اثری در رو بذاری؟ میگه خوشگل بودم، خواستم خوشگل رو در اختیارش بذارم. خب حالا بریم تو ملکوتش. هر جور زیبایی به دیگران نشان دادن لزوماً زیباست و خوب است؟ ها؟ همونجور که هر جور واقعیتی به بقیه نشون دادن مگه خوبه؟ الان واقعیت‌های زندگی، الان واقعیت‌های زندگی هر آدمی، تو اعضای بدن هر آدم یه سری واقعیت‌ها هست، باید به همه نشون بده. تو خونه آدم یه سری واقعیت‌ها هست، تو چاه مستراح خونه هر آدمی هم یه سری واقعیت‌ها هست. شما مهمون که میاد مثلا میگی، مثلا اومده خونه جدید رفتی میخوای بهش نشون بدی اینجا کمد دیواری داریم، اینجا حالمون، اینجا پذیراییمون، یه بالکن خیلی خوب داریم، بیا اینجا من همه جای خونه رو بهت نشون بدم، این سرویس بهداشتی، اون تور هم نگاه کن ببین. نه بالاخره من میخوام همه بلا بخه واقعیت های زندگی ماست. اون خیلی عقلت کمه تو، یعنی چی؟ آدم کتمان میکنه یه بخشایی رو، میپوشاند، یک بخشای محرمانه است. هم تعبیر عورتی که جلسات قبل بررسی میکردی، نشون دادن این زشته یه نکته، تازه هر زیبایی رو مگه آدم نشون میده؟ الان خانه سالمندان، این خانومایی که بچه هاشون 20 سال گذاشتن رفتن و اصلا به اینو سر نمیزن، اصلا کار ندارم اینکه اون کار خوب بوده بد بوده، این خانومه به حق ناحق، اصلا به ایناش هیچ کاری ندارم، در مقام ارزش گذاری و قضاوت نیستم، تصویر رو دارم میسازم. مثلا من روز مادر، نه مثلا من جشن تولد مادرم، جشن تولد گرفتم برای مادر خوبه یا بده؟ خوبه. من دوست دارم جشن تولد مادرم رو تو آسایشگاه سالمندان بگیرم جلوی چشم این خانومایی که 20 سال بچه هاشون ندیدن، نه برای جشن عمومی که به همه چیز بدم، میخوام فقط جشن مادرم بگیرم، یه کیک فوت کنم و بهش کادو بدم، اونام کف بزنم. الان این کار قشنگ یا قشنگ نیست؟ چرا قشنگ نیست؟ قشنگه دیگه. یعنی چی؟ شما مخالفه کار قشنگ؟ یعنی اسلام شما به شما نگفته که باید به مادر احترام گذاشت؟ آخه خود خدا میگه ان الله جمیل، خدا زیبا، زیبایی ها رو دوست داره. من اینه میگه خدا، اینم زیباست دیگه، من میخوام زیبایی ها رو نشون بدم. اینم دمنه مادر،
یعنی شما قبول نداری مقام مادر خیلی بالاست؟ مقالطاتو میبینید چه مورد عجیب غریبیه. نمیگین شما مادر خیلی جایگاهش ویژه است؟ خب چه ربطی داره عزیز من؟ محبت مادر خیلی زیباست، ولی محبت به یک مادر در برابر یک مادری که 20 سال بچه بهش سر نزده، این از هر کار زشتی زشت داره، خیلی بده. زیبایی داری؟ خب میاد تو سطح جامعه، تو جلو چشم مردم، اولا که رقابت میذازی برای زیبایی. این کتاب فمینیسم در آمریکا تا سال 2003 همینجاست دیگه. نه این بغل بکنم جا حال نمیخواد. نه کتابش دم دست. این کتاب هم تا 2003 داره، هم تا 2007 یا تا 2010، یکی دیگه هم هست. اونجا برید بخونی در مورد جدال خانم ها وقتی تو کورس رقابت میفتن، که بعد میگه به سن یائسگی که میرسن این بیشترین افسردگیشون مال اونجاست، که دیگه اینگاه از رقابت میفتن اونجا، و بیشترین حجم خودکشی مال اون وقته تو خانوم ها، و بیشترین حجم خرید زیورالات و عمل جراحی و اینا مال اون وقته. اصلا این دعواهای سر این عملهای زیبایی و جراحی و فلان و این چیه؟ این واقعا این ماجراش، این رقابت ها چیه؟ و تمومی نداره، همیشه یکی از تو قشنگ در آخرش پیر میشی. این چه دعواییه؟ این چه مسابقهیه؟ چه دنیاشو بقیه نگاه کن، مثلا ملکوتش کار نداریم که چه آثاری داره، هم دنیاش. خب که چی آخه؟ نه این لبشو یکم دیگه این وری برآمده ورداده چی کرده، الان اصلا یکم اینجوری ترش مده، 30 بار عمل کرده این لبه رو، الان یکم اینجوری تر تا گوش الاغی و نمیدونم چش گربه ای و اینا الان دیگه مد شده، کار عجیب غریب میکنه. تموم هم نمیشه. 600 هزار تا عمل جراحی پروتز مروتز بوتاکس کوفت انجام میده، تموم میشه توی رقابت افتادنه. بعد اون خانومی که بنز شما زیبایی نداره، اون خانومی که شوهر داره، شوهر شما رو میبینه، اثر دیگه، تو خواستی زیبایی نشون میده، تو که نمیتونی بگی که بلی. یه وقت اصلا من مثال های رو عرض میکنم، یه وقت از شما واقعا هیچ فعالیتی نکرده در اثر گذاری، او خودش بیمار بوده، اون یه بحث دیگریست، اون یه بحث دیگریست. به خانوما گفت پاهاتون رو نکوبونید که صدای خلخالتون شنیده بشه. حالا یه مردی خودش اصلا بدونه که خانومی هم صدای بکوبونه، همین کفش زنده رو که بینه حالش بد میشه. نگه تقصیر من خانومه مثلا که کفش من یکی دیده آدم مریض، نه، ولی تو پاتو نکوبون، یه اثر گذاریه. لطافت ها رو ببینید توی آیات قرآن، لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، چقدر این آیات فوق العاده است. وقتی با نگاه فلسفی نگاه میکنی، تو نشون نده مگه اینکه خودش اینجور دیده بشه، ما ظهره، یعنی دیگه تو نظام تاثیرگذاری نباشه. اونقدی که از زیبایی های تو دیده میشه و تو تاثیرگذار نبودی در دیده شدن اون زیبایی، اون دیگه به تو ربطی نداره. ولی اونایی که تو تاثیرگذاری در دیده شدنش و نشون دادنش، هر اثری رو هر کسی داشته باشه، این تو ملکوت توئه. با ما اثرا رو میبینی، خونه ای رو سوس کردی، زنی رو به جدال کشوندی، مردی رو نسبت به همسرش سرد کردی، مردی رو به هرزگی کشوندی، همه اینا رو میبینی. توی آقام نگاه کردی، تکلم کردی، شوخی کردی، حرف زدی، همه اینا رو میبینی. حساس مسئله که امام صادق و ابو بصیر میگن برای چی شوخی کردی؟ اینقدر مسئله مهمه. بعد میگن دیگه تکرار نکن. یه چیزیه، یه نفسی تو نفس داری اتفاق میفته، یه ماجراهایی داره پیش میاد. او اشراف داره میبینه. ببین تو هزاران سال گیری ها، مرحوم آیت الله جواد حیدری که بزرگان یزد بود، ایشون میفهمون به اجداد طاهری اینم قسم بابت هر نگاه حرام 2000 سال آدم عقب میفته، ایشون میفهمون 2000 سال نگه میدارن همون فضای برزخی، عقب افتادگی ها و گرفتاری ها و تعلقاتی که ایجاد میشه و که نمونه هایشو عرض کرد. عالم نفس عالم عجیب غریبیست. به این باید بحث حلال حرام نمیخوام بکنم، بحث اثر رو میخوام بگم. مثلا تو روایت داره اگر توی اتاق یه بچه نوزادی باشه، پدر و مادر اون بچه با هم ارتباط برقرار کنن، بچه هم خوابه، صدای نفس اینها فقط شنیده بشه، یعنی هیچی دیگه نیست، صدای نفس این پدر و مادر در اون حال
به گوش این بچه برسه. اگه اون بچه زناکار شد، این پدر مادر هیچ کسی رو ملامت نکنن بدون اثر کارشون بوده. از جهت زمینه است و نه اجبار، جبری نیست که هر بچه اینجوری به زناکار بشه. اینکه خودش بنده خدا نقشی نداشته که، زوری نیستش که، ولی مسیرشو سخت کردی تو. مثلا اینکه بعد یه بچه کسی با تو چرخه بهش بگی برو ماست بخر، بعد جاده کفی بندازیش بره ماست بخره، یکی هم 50 تا سیم خاردار براش بکشی بعد بهش بگو ماست بخره. او اختیارشو داره در این حرکته، ولی مسیرشو سخت کردی توی پدر مادر. و این اثره، اینم میبینی، حتی همینقدر اثر رو هم میبینی در قیامت. در برزخ نمیدونم، ولی در قیامت میبینی همینقدر اثر گذاری رو میبینی. یا ویلنا مال هذا الکتاب لا یقادر صغیرة ولا کبیرة. اینم آیه قرآنش. این چیه؟ هیچ کوچیکی رو لا یقادر، هر چی بوده نوشتم از قلم نیفتاده، صغیرتن ولا کبیره، تا اون نفسی که من تو اون لحظه کشیدم به گوش بچه رسیده اونم نوشتن. حجاب که دیگه بذار کنار، نگاه به نامحرم و گفتگو و خنده و ماجرای دیگه اینا رو باشه، من افراطی قبول، من نوکرتم. قرارمون چند ثانیه بعد که میشه قیامت، چند ثانیه بعد، کلا چند ثانیه است کل دنیا، از دنیا ساعه، یه ثانیه است پیغمبر فهم، از دنیا ساعه، دنیا کلا یه ساعت، یه لحظه است، یه ثانیه است، یه ثانیه تموم میشه با هم میره مور، ولی دیگه راه برگشت نداریم. هر کار میخواد بکنی اینجا برمی کردیم. پس این اثر داره، شما اثر گذاشتی، اثر میبینی. خب یه روایت بخونم، دو سه تا روایت میخوام بخونم، وقتم خیلی نداریم، من باید این دو ستاره باید رو بخونم تو این جلسه که بحث نامحرم میکنم تمومش کنم. اول یه رو باید بخونم در مورد این که زن میتونه تو جامعه باشه و بحث اثرگذاری. این رو باید خیلی جالبه بعد این حرفای ما، سندش هم صحیحه، ابو بصیر هم راویشه، همون ابو بصیر که امام صادق بهش فهمده بودن که برای چی با اون خانم شوخی کردی. اینجا ببینیم توی ماجرا چی بهش میگن. خیلی اینا جالبه، اصلا چه دینیه، چقدر دیوونه میکنه آدمو. ابو بصیر میگه خدمت امام صادق علیه السلام چه سدم از دخلت علینا ام خالد. خانم ام خالد اومد خدمت خدمت امام صادق علیه السلام، تستعبنو علی، اجازه گرفت. حالا امام صادق و ابو بصیر چی فهمده؟ این خانم خطیبی بود، نطاق بود، هنرمند بود، بیان قشنگی داشت، استدلال و بیان جذاب، مثلا الانیا میشه قلم جذاب، مثلا پیج قشنگی داره. بنده از همین افرادی که بعضا قلم قشنگی دارن، بعضی وقتا متنای رو منتشر کردم و نوشتم که مثلا سرکار خانم فلانی دوست داشتم مثلا دیده بشه که اینو یک زن نوشته با اون هنرمندی و ظرافت زنانه. همین امروز رفقا تماس گرفتن، البته سکرت هیچشون نمیتونم منتشر کنم، خانم فاطمه عبادی رو حرم امام زاده علیه السلام می‌خواستن باشون یه کاری بکنن، ایده داشتن می‌گرفتن که چیکار بکنیم، ما پیشنهادایی داریم و حالا دارن می‌سازن و منتشر میشه. خب این یه زنه، بنده از ته قلب خوشحالم که مثلا این خانم با این هنری که داره، حالا ان شاءالله این پیام منتشر میشه، می‌بینید تو حرم امام رضا امروز رفتن برای ساخت، حالا تا چند روز دیگه ان شاءالله در میاد و یه چیز قوقایی است. نه چون بنده کاریش کردم، خود اونا ایده های خیلی قشنگی داشتن و خود ایشون هم که از دستش هنر میباره واقعا، و یه سلامت خاصی هم در نفس و طهارتی در ایشونه، یه چیزای خوبی داره که خدا بهش عنایت کرد. خب این هم یک زنه، آدم میباله به این هنر زنانه او و جنس کار زنانه او، و اصلا این زن رو آدم بولد میکنه با این هنرش، چون جنسیت اونجا مطرح نیست، چشم و ابرو و دماغ و دهن و اینا نیست، هنره، اون اثر ملکوتیه، تو رو منتقل به یک ملکوتی داره میکنه، به یک حقیقتی داره تذکار میده، یک حقیقتی رو داره جلوه میده، قوه خیالتو به سمت یک عالم نورانی داره میبره. مثلا در مورد بچه سرطانی داره میگه، در مورد فلان داره میگه، چیزهای خوبی رو داره روایت میکنه و تذکر نسبت بهش ایجاد میکنه. اینجا ابو بصیر میگه که امام صادق به من فهموندن که این خانم که وارد شد ام خالد، حضرت فهموندن ایسر رو که ان تسمع کلامها، دوست داری حرفا اینو بشنوی؟ جالب نیست؟
حضرت فرمودن ابو بصیر دوست داری حرفاشو بشنوی؟ فقلت نعم، گفتم بله. میگه حضرت فرمودن که فعدن الله، گفتن میخوام بیاد و اجلسنی معه علی تنفسه. بعد حضرت این بساطی که داشتیم و توش قضا بود و اینا منو نشون کنار خودشو. بعد میگه فتکلمت، این خانم وارد شد و حرف زد. فیده هیه امرأتون بلیغه فسألت هو انهما. میگه که این وارد شد و دیدیم که یک خانم بلیغ همچی شروع کرد خطبه خوندن و سخنرانی. هم امام صادق نشستن گوش دادن، هم به ابو بصیر گفتن دوست داری بیا. مثل که مثلا فرض کنین مثلا یه خانم میخواد سخنرانی کنه، بعد آقای بهجت به مثلا آغازدارشون میگه که فلانی بیا الان سخنرانی فلان خانم تلویزیون روشن کن. عجیب نیست؟ خیلی عجیبه دیگه. آقا شما نگاه نمی‌کنی به عروسک فلان نگاه نمی‌کنی؟ امام صادق شما من یه شوخی کردم به من گیر دادین، بعد الان میگین که بیاین خانم میخواد صحبت کنه بشینم گوش بدم؟ چقدر اینا مرز لطیف و باریک و دقیقه. زن تو جامعه باشه ولی نه با جنسیتش. تو چه برجستگیاتو میخوای فرو کنی تو چشم ملت؟ تو خیلی جنسیت زنانگیت که همونم خدا بده، هیچ چی دیگه نداری؟ هیچ هنری نداری؟ از خودت چی داری؟ یه وقتی بنده مقاله نوشته بودم در مورد موی زیبا، یه کلیپ تو اینترنت سرچ بکنی، حالا تو خود کانال ما قطعه مال قدیمه است، مال چند سال پیشه منتشر شده بود. یه سری داره پشت نشون میده، یه موی ریخته در نهایت زیبایی، موی لخ بلند، موی سیاه بلند. بعد از این دوربین از پشت میچرخه و از پشت این باد هم داره میخوره به این موه، یه همجور لخ نرم، تبلیغ شامپو هم از فکر کنه، یه همجور باد میزنه، یه اصلا دیوونه میکنه این موتو رو. از بغل میاد جلو، میبینه یه سگه، یه سگه افغانیه، مدل خاصی جنشو گفتن، این زیباتری مدل مو رو داره تو عالم. که بنده هم چیزی که نوشته هم بود که اگر ارزش آدمیزاد به موی خوشگلش باشه که از همه اینا که از همه مو خوشگلا جلوتره این سگه. اگه به این اندام مادیه که خب این همه حیوانای دارن به قوت جنسیشه، مثلا این قدرت مباشرتش مثلا با 10,000 نفر میتونه اتحاد برقرار کنه، خب گاو هم میتونه گاو بکنه، دلفین هم میتونه کنه، نهنگ هم میتونه، به چی الان ارزش تو دقیقا؟ به چشم خوشگله که آهو هم چشمش خوشگله، نمیدونم مثلا، نمیدونم، بگو چی میخوای بگی، به کدوم بخش از اندامت داری مینازی؟ به موی خوشگلته، نمیدونم مثلا به لب خوشگلته، به دماغ خوشگلته، به رنگ پوستته، همه اینا تو حیوانا خوشگلته از اینش هست. نه اصلا ارزش ذاتی نداره هیچ کدومش. نباید داشت، چرا باید داشت؟ باید جهت سازی کرد براش، ازش ملکوت خوشگل تولید کن، زیبا کن، همونه که گفتن ارتباط تو با همسر. این هم جالبه، نکات خیلی جالبه. حضرت فهمیدن که اینو معمولا ما اونوری فقط، یعنی خب ولی یه خانم به خودش برسه به سر و وضعش در برابر همسرش، از اون چقدر روایت داریم که مرد به سر و وضعش برسه به خاطر همسرش. خیلی ما اینا رو به ندرت کسی دیده باشیم انجام بده. مثلا مردی خود امام باقر علیه السلام راوی میگه من حضرت لباس قرمز پوشیدم، ما تو بخش سیره امام باقر علیه السلام روایتو خوندیم، میگه جا خوردیم ما، گفتیم این لباسو اگه تن جوونا میدیم مسخره شون می‌گریم، این چی پوشیدین؟ مثلا فلان خانمم رنگ قرمز دوست داره، چیکار داری؟ خود خانومم پوشیده. ما هنوز بین علما مراجع آقایون کسی ندیدیم که بگن این تیپ آدم خاطر خانومه، خانومم جور دوست داره، مدل مو بزنه میگه خانومم جور دوست داره، لباسش مثلا رنگ خاصی، تیپ خاصی، نه تو خیابون، لا تو فضای خونه، خانومم جور دوست داره. اینم میگه حضرت فرمودن بنی اسرائیل زناشو فاسد شدن خاطر اینکه مردو به خودشون نمیرسیدن، مرد باید سر وضعش برسه و مدلی که خوش همسرش خوشش میاد. این هم یه بخششه. خب این الان این عبادته، این هر حرکتی که روی این صورت انجام میده، روی این پوست انجام میده، روی این اندام انجام میده، همش این عبادته، داره ملکوت میسازه، داره این در مراتب بالاتر زوجیت میشه، بعد میشه بهش، بعد او این اسماء اللهی که داره جلوه میکنه تو این رسیدگی او به خودش. از اون برم به خودش میرسه، میگه عطر به خودت بزنی، میگه لباس خوب بپوشی برای اینکه مردم تحسینت کنن بیرون از خونه که میری، دمونه مردش هم هست، دمونه زنش که هیچی، دمونه مردش هم هست، میگه بیرون از خونه میری برای اینکه مردم ببینن تحسین کنن، تا میری برم گری ملائکه لعنت میکنه، وارد ملکوت اون ور نمیشه، این نظام اثرگذاری نه دیگه. میگه تو که ما رو نخواستی، اونا رو خواستی، خب اونو بگو تعریفت کنه، اما بس نیت این هست. خب این پس یه بخشه، بریم سراغ اون روایته که کمی وقت میبره، من حالا سعی میکنم سریعتر
بخونم تمومش کنم. اینجا پس روایاتی داشتیم و دیگه ما هم خیلی اینو من حال چند تا روایت دیگه هم چون زحمت کشتم دیگه اینو حلال بودی بزن اینا هم بخونم بعد برم سراغ اون روایت اصلیه که جان مطلبه. این روایت روایت صحیحه از امام صادق علیه السلام است. حضرت فرمودن ما یأمن الذین ینظرون فی ادبار النساء. چرا از پشت یه زن وقتی رام را پشت و میسی نگاه میکنی قواره و هیکل اون را پشت بیت میزنی ولو پوشیده است؟ این کم کم انیون داره به دالکه فی نسائهم. اینجور نگاه کنی به زنات اینجور نگاه میکنه، به همسرانتون، به زنای شما نمیکنه. نه از قواعد عجیب عالمه. اون برهان خواهر مادر تو روایت فراوون نداریم که از فرمان به مادر خود کسی اینجور نگاه کنه راضی، به خواهر خود کسی این کار بکنه. دقیقا این همون که بین ما هم بابه تو روایت فرمانن که به زن مردم نگاه کنه، به زنت نگاه کنه، این پیام رزقه، عمل رزق میاره، این پیام به کائنات به باطن عالم فرستادید که باید به زن دیگران نگاه کرد. این خیلی خوبه به بقیه کار ندم تو خودت پس اینو فلان جاری کنی و اینکه توبه کنه. این یه روایت. یه روایت دیگه داره که از موسی علیه السلام وقتی تو ماجرای شعیب که روایتشو گفتیم، وقتی که اومد دنبال اینا را بیفته که آب بیاره برای اینا خونشون، اینا جلوتر افتادن، از پشت باد میزد و این هیکل این دخترها دیده میشد، ایشون به غیرتش برخورد و اینم روایتش سندش صحیح است امام کاظم علیه السلام. حضرت فرمودن که قال انی مشیتو، این دختر شعیب میگه انی مشیتو قدامه، من جلوی او را میرفتم، به پدرش گفت فقال امشی من خلفی، یه موسی من گفت که از پشت را بیا، شما جلوتر از من نرو. فاین دللتو فرشدینی، هر جا دیدم اشتباه میرم از پشت یه جوری من به من خبر بده که دارم اشتباه میرم، که البته نشونشون که سنگ مینداخت، هر وقت سنگ مینداخت او برمیگشت یه بررسی میکرد بهش میگفت این وری برو اون وری برو، میگفت تو جلوتر نرو من جلوتر میرم. فاینا قوم لا ننظر الا ادبار النساء، ما آدم هستیم که از پشت به خانوما نگاه نمیکنیم. یادم شبی که فرداش قرار رهبر انقلاب بیان قم سال 89 درس اخلاق بودیم، به نظرم روز جمعه بود که آقا اومدن دیگه، نه اینجور تو ذهنمه، شب جمعه بود یا دوشنبه بود، دوشنبه شب بود، سه شنبه بود که آقا می‌خواستن بیان قم سال 89 دهه کرامت هم به نظرم بود، بعد یا قبل دهه کرامت شبش درس اخلاق بودیم، یکی از اساتید بسیار بزرگ خدا حفظشون کنه، این درس اخلاق تموم شد تو حرم و حرم می‌خواستن ببندن چون فرداش آقا می‌خواستن بیان بخاطر مسئله امنیتی، مثلا ساعت 10 شب داشتن حرم می‌بستن که برای فردا آماده کنن، همه را تو صحنه بیرون کردن. این باب اون صحنه صحنه کهنه، صحنه اصلیه که می‌خوره به خیابون ارم، در اونجا فقط باز بود که داشتن همه رو بیرون می‌کردن. ما این استادمون افتادیم وسط خانوما، این صحنه یادم نمیاد، یعنی اون اثری که اون داشت 10 تا درس اخلاق برای من بیشتر. با ایشون افتادیم توی جمعیت، از این ور آقایون بودن، از سمت راست خانوما می اومدن، خانوما تعدادشون بیشتر بود و پرفشارتر هم میرفتن، این آقایون گیر افتادن بین اینا. یادم نمیره این سیل جمعیت آقایون که داشت میرن، این استاد ما وایستاد و پشت کرد، این مسیرش از خانوما آقایون جدا کرد، چون آقایون داشتن همجور میرفتن هی جلوتر هم کرفتن هی قاطی تر میشه، چون میخورد به خود در هی بیشتر قاطی میشدن، بعد جلوش هم خانوما بایستده بودن، هم میخواست از جلو نگاه نکنه، هم میخواست به اینا قاطی نشه، به پهلو شد مسیرشو عوض که خطشو جدا کرد که بذاره همه برن بیرون، نفر آخری بشه که بره بیرون. خیلی اونجا برای من درس بود که خب تو این وضعیت که دیگه زور و فشار و اصلا کسی هیچ حسی نداره با مگه حسه، مگه به حرفاست، نفس، این نفس چیز عجیب غریبه، نفس اژدرهاست، آن کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. ماجرا که مولوی تعریف میکنه که اژدها رو گرفته بودن آورده بودن تو فضای سرما گذاشته بودن و بعد میدن هیچ کاری نمیکنه، گفتن این مرده است، یکم آفتاب شد و این خورد به این پاشوت همه اینا رو بلعید. بعد مولوی میگه که نفس اینه ها، یه وقتی تو سرماست این اژدها، الان به سرما نگاه نکن، آفتاب بیاد این پا میشه، همیشه میبلعه. این بزرگان میدونستن این نفس بعدن ماجراها داره، این از همه جا خب کنترلش میکردن که این بعدن یه وقتی دیدیم بیدار شد این نفس و
بعد دیگه از همین کوچیک موچیکا این صحنه‌ها خوردریزا ماجراها درست میکنه. اینا میشناختن خودشون رو، براشون مهم بود. حالا من میگم اون که حلال اون که حرام نیست، من برای هم حد باشه، تو همون حد حلال حرام. اینا که به عوالم بالاتر کارتشن جور دیگه بودن. اینم پس یه روایت یه روایت دیگه که نه از ابو بصیر و روایت نمیدونم چرا هر چه این ماجراهاست به ابو بصیر گفت یا ابو بصیر نقل کرده، میگه که قال للصادق الرجل، یه مردی به امام صادق علیه السلام گفت تمر رو به المرأة فیندر الی خلفها، به امام ابو بصیر به امام صادق علیه السلام گفتش که آقا یه مردیه، یه خانوم میاد رد میشه، این از پشت بهش نگاه میکنه، مثلا اشکال داره؟ حضرت فرمودن ایسر رو احدکم ان ینظر الی اهله و ذات قرابته، خوشت میاد یه کسی از پشت به ناموس خودت نگاه کنه؟ قلت لا، گفتم نه. حضرت فرمودن فرض للناس ما ترضاه لنفسک، هرچی برای خودت راضی هستی برای بقیه هم به همون راضی باشه. این از این روایت. چند تا روایت دیگه هم آوردم که وقت نمیشه بخونم و روایت قشنگی هم هست. بریم سراغ اصل روایت، ایشالله اینو سریع بتونم تمامش کنم. این روایت روایت سنگینیه. این روایت رو کسی حق نداره برداره همجور بنویسه منتشر کنه، چه میدونم توی فضای مجازی خود روایت رو بذارین مثلا تو حرم ها بخواییم منتشر کنی، ابدا کسی حق این کار نداره. با این توضیحاتی که بنده دادم فقط روایت فهمیده میشه. بدون این توضیحات روایت قطعا سوء تفاهم ایجاد میکنه و مردم زده میشن. با این توضیحاتی که گفتم روایت با منتشر میشه. روایت از جهت سند هم فوق العاده است، یعنی عالیه سندش. اولا که از عبدالعظیم راوی حدیثه، از امام جواد علیه السلام، شب جمعه است انشاءالله از عبدالعظیم هم به یاد ما باشن در کربلا، راوی از امام جواد علیه السلام نقل میکنه، امام جواد از امام رضا، از امام کاظم، از امام صادق، همجور میاد تا پیغمبر اکرم، یعنی سلسله تو زهره روایت. و روایت فوق العاده عجیب غریب. خب من روایت رو بخونم براتون. عن عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، عن محمد ابن علی بن الرضا، عن ابیه الرضا، عن ابیه مصعب بن جعفر، عن ابیه جعفر ابن محمد، عن ابیه محمد ابن علی، عن ابیه علی ابن الحسین، عن ابیه الحسین ابن علی، عن ابیه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. امیر المؤمنین میفرمایند که دخلت انا و فاطمه علی رسول الله. روایت فوق العاده است و عجیب غریب. دیگه میخوام سریع بگم رد شما، بعد دیگه حالا فوش و موش و حجمه و فشار و توییت و نمیدونم کامنت و هر چی میخواد بعدش بیاد دیگه بیاد، من کاری ندارم. من زدم به سیم آخر بحث محرم نامحرم دارم تمومش بگم با این روایت. من دیگه رد دادم تموم کارم. دخلت انا و فاطمه علی رسول الله، امیرالمومنین میگن من و فاطمه و پیغمبر وارد شدیم، فوجدته یبکی بکاء شدید، دیدیم پیغمبر داره شدید گریه میکنه. الان مثل که من برم پیش آقای بهشت، آقای بهشت داره شدید گریه میکنه، بعد آقای بهشت یه مکاشفه مثلا مثلاش دست داده، ملکوتی دیده و به شدت متاثر شده و داره گریه میکنه. این خیلی چیز عجیبیه دیگه. حالا پیغمبر اکرم او دیگه مکاشفه هم نیست، مشاهده است، خود متن ماجراست، خود وحیه. ما ينتقوا عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هر چی بگه عین وحیه، هر چی بگه عین خبر دادن از واقعیت. گفتم امیرالمومنین، گفتم فدا که ابی و امی یا رسول الله، ما الذی ابکاک، پدر و مادرم به فدای شما یا رسول الله، چی باعث شد این گریه میکنی؟ فرمود یا علی لیلت اسری بی الی السما، یادشون افتاد از ماجرای معراجشون و بعضی صحنه هایی که در معراج دیدن. علی جان اون شبی که من سیر داده شدم به آسمان رفتم، رأیت نساء من امتی فی عذاب شدید. باز تاکید میگم اگه میخواد نفس بازی در بیاد در بریم، نه با نفس بازی در میاد دیگه. این کجای روایت اومده، کجای قرآن اومده؟ تا خود قرآن اگه قبول نمیکنم سند نداره، اینا نه روایت جوری شده کلیش نه فلانه، باش بس تو خوبی تو راست میگی، اصلا برای شما نمیگم. ممکنه این نفر باشه احساس کنه که روایت راسته، چون 1% هم آدم احتمال یه چیزی بده، من 1% احتمال کرونا بدم یه جور دیگه برخورد میکنم، 1% احتمالش. اصلا اینا همه دروغ میگن، همه دکترها دروغ میگن، خودشون درآوردن بازی خودشونه، اینا میخوان چیکار؟ باش تو خوبی تو راست میگی، اصلا من با شما کار ندارم. یک نفر باشه جلو خودم باشم، که تو من زن نیستم ولی حالا من جدی بگیرم که این روایتی داره منو میگه، 1% احتمالش راست میگه، من که خیلی احتمالش بیش از 90%
که داره روایت درستشون صحیح و حضرت عبدالعظیم راویش و سند و حضرت همهش تشکیلات عالی. باز میخواین تأکید کنم یا بدم؟ فرمود دیدم زنهایی از امت من در عذاب شدیدن. فانکرت و شعنهن نه. من فهمیدم ماجراشون چیه. فبکیت و لما رأیت و من شدت عذابهن نه. از شدت عذاب اینها گریه کردم. پیغمبر فهم. و رأیت و امرأتن معلقتن به شعرها. یه زنی رو دیدم، دیدم از مو آویزونه. دقیقا آثار اعمال از جنس خود اعماله. مو مگه نشون ندادی؟ مگه کسی رو به مو آویزون نکردی؟ مگه اینا بند موی تو نبودن؟ ملکوتش اینه که بند مویی. معلقتن به شعرها. حالا نگاه میکنم خواهی همه میرن جهنم، خود باشی تو هم خوبی، تو هم خوبی. همه دروغ میگن، همه غیبت میکنن، همه این همه حروم خوری، همه کیه که حروم نمیخوره؟ چند نفر داریم تو عالم؟ کیه که غیبت نمیکنه؟ کیه که ظلم نمیکنه؟ امرأتن معلقتن به شعرها یقلا دماغ و رأسها. دیدم این مغز سرش داره از حرارت میجوشه، نه اینکه این تو مغز تو کاسه های سر آتیش مینداخت، مو نشون میداد، آتیش میافتاد تو کاسه های سر، این جوان های بدبخت آتیش میگرفت از تو مغزشون، این فکر میسوخت، این کلی استعدادش بعد دانشمند میشد، با این موهایی که دید سوخت انرژی و استعدادش. صورت ملکوتی این خانم اینه، معلقتن به شعرها، دیدم به مو آویزونه. یقلا دماغ و رأسها، مغز سرش داره قلقل میکنه. و رأیت و امرأتن معلقتن به لسانها، دیدم یه زنیه که به زبانش آویزانه. و الحمیم یسب فی حلقها، آب جوش تو حلقش داره ریخته میشه، چون از حلقه آتیش میومد دیگه، زبونش تند بود، تو زندگی ها آتیش میریخت با حرف زدناش، یا آتش غضب تولید میکرد یا آتش شهوت. اینم دیدم که از با زبونش آویزونه. و رأیت و امرأتن معلقتن به فدیه‌ها، یه خانم رو دیدم که از سینه به سینه آویزانه. و رأیت و امرأتن تأکل و لحم جسدها، یه زن دیگه دیدم که داره گوشت بدن خودشو میخوره. خب اون به سینه آویزان که مشخصه دیگه، برجستگی های بدن و جذابیت ها اینا که کلیا رو گرفتار همین کرده و گرفتار این شده الان. این یکی هم که گوشت تن خودشو داره میخوره، باعث خودخوری دیگران بود، حالا خودخوری داره میکنه. درست شد؟ و نار تو قدم تحت ها، از زیرش آتیش گداخته میشه. و رأیت و امرأتن قد شد در رجلاها الی یدیها، پیغمبر اینا گریه میکردن در اینا، مثلا حس ندارن. خیلی اینا رو حاجا اختلاس اینا مهمه، اینا رو بعد ما از اختلاس گفتم عزیزم، از بیت المال گفتم، از طلبه ها گفتم، به خودم جوال دوز زدم، اصلا هم نمیخوام کسی جذب این حرفا بشه، اصلا کسی گوش بده گوش نده، منم خدا دارم میگم وظیفه تمام. خیلی خیلی تو برزخ بودم این روایتو بخونم یا نخونم، معامله کردم با خدا، گفتم میدونم این روایت خیلی واکنش های سنگینی علیه من خواهد داشت، ولی اگه آبرویه، اگه چهار نفر گوش میدن، اگه چهار نفر طرف دارن مثلا پیگیری میکنن، تو دادی قطعا هم حساب کتاب میکنی و میگی با اینی که دادم چیکار کردی، یه بار بذار من یه کاری بکنم لاغه این روایت رو میخونم، هر چی باد آباد، اصلا سرمو به باد بده، چون میدونم هیچکی تقریبا این روایت رو شاید نشینه باشه و کسی هم نمیخونه این روایت و نمیشم، یعنی انقدر این یک ساعت که من مقدمه رفتم لازم داره این روایت. دیدم یه زنی رو پاهاشو به دستاش بستن. و قد سلت علیه الحیات و الاقارب، دیدم مارها و اقربها بر این مسلط شدن. و رأیت و امرأتن سماع امیاء خرسا، یه زن کر و کور و لال دیدم. فی تابوت من نار، در یک تابوتی از آتش. یخرج و دماغ و رأسها من منخرها، منخرها و بدنها متقطع من الجزام و البرس، این مغز سرش میریخ بیرون و بدنش هم از جزام و پیسی تیکه تیکه بود، که هر کدوم توضیح داره که اینه چیه ماجراش.
و رأیت امرأتن معلقتن برجلیها فی تنور من نار. یه زنی دیدم که به پاهاش بسته شده بود در یک تنوری از آتش. خب مردان هم دیده پیغمبر ها، روایت دیگه است، این بخش زنانه بوده که گناهان مرد به خانم ها بوده که اینجا دیده. و رأیت امرأتن تقطع لحم و جسدها من مقدمه ها. یه زنی دیدم که گوشت بدنش از جلوی بدنش و عقب بدنش داشت تیکه تیکه میشد به مغاریز من نار، با قیچی های از آتش. و رأیت امرأتن یحرق وجهها و یداها و هی تمکل امعاها. یه ذره دیدم که صورتش آتیش گرفته بود، دستاش آتیش گرفته بود و داشت امعاء خودش رو، این احشا در چیزای درون خودش رو میخورد. و رأیت امرأتن رأسها رأس الخنزیر و بدنها بدن الحمار. یه خانومی دیدم که سری سر خوک بود، بدنش بدن الاغ. هر کدوم اینا توضیح مفصل داره ها، وقت نیست، میخوام سریع بخونم تمام شه. و علیها الف و الف لون من العذاب، هر کدوم و بر او 1,000,000 نوع عذاب بود، 1,000,000 نوع عذاب. و رأیت امرأتن علی صورت الکلب، یه زن دیگه دیدم چهره سگ بود. و نارو تدخل فی دوباره ها و تخرج من فیها، آتش از پایینش وارد میشه، دهنش بیرون میونه. و الملائکه یضربون رأسها و بدنها به مقام امن نار، ملائکه سر و بدنشو با پتک های از آتیش می زدن. فقالت فاطمه، خب حالا واکنش ما چی بود؟ واکنش از زهره چی؟ من که میگم که خب یا رسول الله، خب دیگه چه خبر آقا جان، پدر جان؟ از زهره گفتن حبیبی و قرت و عینی، اخبرنی ما کان عملهن. حبیب من، نور چشم من، پدر جان یا رسول الله، اینا چی کار کرده بودن؟ به این فاطمه زهراست، میگه اثر چیه اینا؟ ما عملهن نه، ما کان عملهن نه، تو نظام تأثیر گذاری و تأثیر پذیری چی کار کرده بودن که تو نظام بروز آثار اینجور شده؟ اونجا نظام بروز آثاره، این اثر چیه؟ چی کار کنیم اینجوری نشیم؟ این سوال از زهراست. و سیرت و هنه، سیره اینا چی بوده؟ حتی وضع الله علیهن هذا العذاب، که خدا اینا رو این شکلی داره عذاب میکنه. فقال یا بنیتی، دخترم، اما المعلقه به شعرها، اونی که به مو آویزون بود، فانها کانت لا تقطی شعرها من الرجال، موهاشو از مردان نمیپوشن. و اما المعلقه به لسانها، اتون جنبه اثرگذاری و اثرپذیری خیلی مهمه دیگه، کدوم زن مو چطور، نه همه دیگه توضیح دادیم دیگه، یعنی جنسیتش رو خواسته بروز بده، موشو نمیپوشونده، جز اون زنهای مثلا 80 ساله که کسی بهشون نگاه نمیکنه، مثلا دیگه مشخصه دیگه کدوم، دیگه قواعد ماجرا دستمونه. اونی که به زبانش آویزون بود، فإنها کانت تؤذی زوجها، شوهرش رو اذیت میکرد. اونی که به سینه ها آویزون بود، فإنها کانت تمتنع من فراش زوجها، به شوهرش به قول ماها پا نمیداد، یعنی بیشتر میخواست دیگران رو بکشه سمت به مردای دیگر رو، با جذابیت که داره مردای دیگر رو بیاره. و اما المعلقه به رجلی ها، اونی که به پاهاش چسبیده بود، فإنها کانت تخرج من بیتها به غیر از اذن زوجها، بدون اجازه شوهر بیرون میرفت، یعنی شوهر اجازه نمیداد، نه اینکه هر وقت میخواد بره اجازه بگیره ها، یعنی میدونست که اجازه نمیده، اصلا تو قید و بند این نبود که او اجازه میده یا نمیده، که حالا اگه وقت بشه رو دیگه هم میخونم تو این زمینه، جالب بود. و اما التي كانت تاكل لحم جسدها، اونی که گوشت تنش رو میخورد، فإنها كانت تزين بدن حال الناس، بدنشو برای مردم خوشگل میکرد، گوشت تنش رو داشت میخورد، باعث خودخوری میشد دیگه، در حال خودش رو میخورد، دیگران زنه دیگه میدیدن خودخوری میکرد، مردم میدیدن باز اونا هم خودخوری میکردن، مردم میبینه خودخوری میکنه، غیر از اینه حالا خودش رو میخوره، حالا میگه نگاه نکن. باش اینجا بگو نظام ملکوت یه چیز دیگه است، تو اگه میتونی برو اون ملکه رو راضی کن، ببین به من نگو، اونی که میریم دفتر حساب کتاب به اون بگو که خواست نگاه نکنه، اون اگه راضی شد قانع شد تمام. و اما التي شد يداها الى رجليها، اونی که دستاشو به پاش بسته بودن و ما رو عقرب به جونش افتاده بودن، فانها كانت قذره الوضوء قذره الثياب و كانت لا تختصر من الجنابه والحيض ولا تنتظف و کانت تستهینو به سلات، این چرک بود، کثیف بود، نه خودشو میشست، نه تو حیزش، نه توی سرویس بهداشتی رفتنش، که از اینا تو غرب الا ماشاءالله داریم دیگه، باید
یه دستمالی و نه شستشو دارن و نه نسبت به حیض مبالاتی دارن و کثیف کنن تمیز باشن و نه نسبت به جنابت غسل میکنه، نه نسبت به حیض غسل میکنه، نه نظافتی داره و نمازی هم که اصلا به نماز کار نداره، که این الان استحاضه است که مثلا باید نماز بخونه، حیض دیگه مثلا نماز نمیخواد، تو قید و بندی حرفا نیست. اونجا دستا و پاها بسته شده. و اما سما، اونی که کر و کور و لال بود، کسی بود که کانت تل دومن از زنا، از زنا بچه میذارید مینداخت گردن شوهرش، به کسای دیگه زنا میداد به اسم شوهرش، بچه شوهرش میکرد. اونی که گوشتشو با قیشی تیکه تیکه میکردن، فانا کانت تعرض و نفسا و علی رجال، خودشو در معرض مردا قرار میداد، عرضه میکرد خودشو به مردا. این فرق میکنه با نمایش، عرضه با نمایش فرق میکنه، یه محله بدتر. لذا اینجا هم قیچی. و عملتی کانه تهرق و وجهها و بدنها، اونی که بدنش و صورتش آتیش گرفته بود، و هی تأکل امعاءها، از قطعات درون خودش میخورد، فانه کانت قواده. اینجا تو این کلمه قواده کلمه خاصی، من نمیتونم ترجمه فارسیش کنم. به اینا که واسطه دلالی میکنن مرد و زن رو به هم میرسونن، یه فوش رکیکیه تو فارسی، از اون فوشای کشداره که مثلا جا در اختیار میذاره اینا، مثلا میکشه انگار اینجا رو اینا، از اون فوش هست. بعد که حتی واجهش واجه فارسیش خوبه، یعنی اینقدر که استعمال بد شده این بد شده. حالا این اون کلمه است، قواد اینه، این زن این شکلی بوده، دلال و واسطه هم مثل پری بلنده و اینا که زمان شاه بودن توی شهر نو تهران. و عملتی کانر رأسها رأس الخنزیر، اونی که سرش سر خوک بود و بدنش بدن الاغ بود، فانها کانت نمامتن کذابه، آدم های حرفکش، سخنچین و دروغگو. دروغ از این یه چیز گفته بود، این دروغش میکرد، دوتا روش میذاش میره میگه بابا فلانی نموده، اینو میگه ببین چی گفته، ببین داشتی میگه. این سر سر خوکه، بدن بدن الاغ، چون بارکشی میکنه دیگه، سرش سر خوکه چون خوک بیغیده و کثیفه، سرش همش تو کثافت هست، خوراک خوک کثیف‌ترین خوراکه، همش سرش تو چرکه هست، بدنش هم بدن الاغه چون داره سواری میده، داره میکشه، داره دیگه چقدر قشنگه، چقدر ظریفه اینا روایات، همش سرش تو کثافت های زندگی مردمه که از این ور به اون ور بکشه، از اون ور به این ور بکشه، این سرش سر خوکه، تنش تن الاغ. چه خبر ملکوت، چه خبر عالم برزخ، یکم بشین فقط فکر کنید. و هم ملتی کاند علا صورت الکلب، اون که صورتی صورت سگ بود، و نار تدخل و فی دوباره ها، آتش از پایین بهش وارد میشد و از دهانش بیرون میمد، فعنه ها کاند قینتن نواحتن حاسده. این اون خانومیه که کنیز بود، یه کنیزه که در واقع آوازخان اهل حسادت بود، اینطور ترجمه کنه، که خب این کنیزها کارکردشون تو اون دوره این شکلی بود دیگه، از این چی بهشون الان میگن، این خواننده های مجالس و فلان و اینا، این زناشون به اصطلاح خاصی الان داره، الان تو ذهنم نیست، از اینا بود خلاصه، خام جلسه اینا نه خاطی نشه وقتی این به اون ربطی نداره. بعد فهمو ویلون لامرأتن اقذبت زوجها، وای به زنی که شوهرشو عصبانی کنه، به غضب بیاد، به ناحق دیگه، به ناحق، تازه به حقش هم ماجرا داره، مثلا حضرت آسیه، خب او شوهرشو به غضب آورد برای اثر اینکه قبول نمیکرد، نه اینکه اگر که بد و بیراه میگفت تو سرش میزد، قبول نمیکرد حرفی که فرعون میزد، و آخرام به غضب اومد فرعون، و آخرام به میخ کشید آسیه رو و کشت، شهیدش کرد. اونجور غضب در آوردن اشکال نداره، ولی نه تو سرش زدن و تو از این وام گرفتی و من اگه نبودم اونجا اینجور شده بودی، من تو رو آبادت کردم و هی نیش زدن و هی تو سرکوبیدن و اینا. ویلون لامرأتن، این ویل داره، ویل که وقتی گفتیم ویل اون چاهی که پایین میره، این تو اون کانال افتاده، کانالی که میره تو جهنم، تونله بود، تونلا بالا پایین میرفت، اون تونل پایینیه که ویل بود، اون زنی که شوهرش به غضب میاره به ناحق، این تو ویل افتاده. و توبا لامرأتن رضی عنها زوجها، توبا برای زنی که شوهرش ازش راضیه، توبا هم که شاخه در بهشت و شاخه ولایت امیرالمومنین و حضرت زهراست و در خانه امیرالمومنین ریشه داره،
به اون شاخه متصله، به اون ریشه متصله، به اونجا نسبت داره. خب یک ساعت و نیم هم تمام شد و چند تا روایت دیگه مونده. من یه وقت فوق‌العاده به من بدید این روایت حیفه و دیگه جای دیگه نداره، من 3-4 دقیقه سرین رو تمامش کنم. روایت از امیرالمومنین علیه السلام که میفهمد که خیلی روایت قشنگه، من اصلا دلم نمیاد روایت رو نخونم، البته توضیحات داره دیگه، حالا من فقط روایت رو میخونم، اگه شد بعدا یه توضیحات بیشتر نمیش میگم. میفهمند که یه خانومی از پیغمبر سوال کرد، خانم پرسید که شوهرم به من امر کرده که الله اخرج الی قریب ولا الی بعید حتی یرجع من سفر. شوهرم داشت میرفت سفر، به من گفت من نه جای نزدیک برم نه جای دور، مثلا گفت بچه ها من میرم مکه مثلا اینو اردو نره، بعد خانم مثلا اینو فرستاد و بعدم دروغ گفت و اینا. مثلا گفت که یا رسول الله شوهرم به من گفته که این داره از میره سفر، تا از سفر برمیگرده من نه جای نزدیک برم نه جای دور. ان ابي في السوق، خیلی به ماجرا امروزمون هم میخوره، بابا من در حال احتضار داره دنیا میره. فاخرج الى ابي، برم به بابام سر بزنم، پدرم در حال جون کندنه. حضرت فرمودن اجلسی في بيتك، از اون بخشی هم هست که سوال جواب دارن راحت میکنن. حضرت فرمودن بشین تو خونت، با همون توضیحاتی که دادم رمونه نشستن در خانه اینا، با همون توضیحات مفصل قبلی. و اتی ای زوجک، تو خونه بشین حرف شوهرتو گوش بده. این که گفته گوش بده، خلاف مصلحت که نگفته که، موافق مصلحت گفته. فجلست و اطاعت زوجها، این نشست تو خونه حرف شوهرشو گوش داد. فمات الاب، پدرش مرد. فارسل الیها رسول الله، چقدر این حدیث قوغاست، شو فرض کن امام زمان بر ما کسی بفرسته به ما این پیام بده، میگه پیغمبر یه کسی فرستادن اومد جلو در این خونه خانم، خانم تو خونه بود دیگه بیرون نمیومد، حضرت پیام دادن گفتن به خانم اینو بگو قد غفر الله لعبیک به طاعتک لزوجک، خدا باباتو بخشید چون حرف شوهرتو گوش دادی. چقدر روایت نشه، باباتو بخشید، یعنی اونجا پرونده مرونده ها، این دیگه چه نظام عجیب غریبیه که تو یکم شاید دلگیر شدی مثلا چرا دخترت لحظات آخر نیومده، این دختره مثلا تو این در حال بندگی بود و در اختیار خدا بود و مطیع خدا بود، دستور خدا و پیغمبر خدا رو داشت عمل میکرد، اون نورانیت اون عمل اون انقدر وسیع بود که تو رو هم گرفت که تو همچین ذریه طیبه ای تربیت کردی، به خاطر اینکه همچین بچه ای تربیت کردی ردت کردن، بابات بخشیده شد به خاطر این کار تو. چه ملکوتیه در این عمل و چقدر ما این ملکوت ها رو ساده میگیریم و دنبال استاد اخلاق نه چی میگردیم و فلان ریخته این چیزا جلو دست ما و استفاده ازش نمی کنیم. روایت دیگه هم بود که من دیگه میبینم وقت نمیشه، یکی دیگه هم بخونم دیگه، حالا وقت حیفه. پیغمبر فهمیدن که اگر یک زنی لو ان چه وضعی میگه من بس فختم خوب و فلان منم چی اینا، ببین روایت جالب. لو ان امراتن وضعت احدا یدیها طبیخه، اگه یه خانومی یه دستشو طبخ کنه یه دستشو کباب کنه، نه دیگه گوشت مثلا گوشتو بپزه و کباب کنه، یه گوشت مثلا خورشتی مثلا بپزه یه گوشتم کبابی، دستاشو یکیشو بپزه برای شوهرش یکیشو کباب کنه، ما عدت حقوق زوجها، این حق شوهر نیست، یعنی این ادا نشده. ولو انها اسد مع ذلک زوجها طرفت عین، اگر با این کار معصیت بکنه از حق شوهر ادا نکنه، یک پلک به هم زدن، القیت فی الدرک الاسفل من النار، پرتش بکنه تو جهنم الا انت تو، یعنی باطن عملش اینه، ملکوت عملش اینه، آتشه، مگه اینکه توبه کنه و برگه. البته در مورد آقایون هم همین، باز خانم نگین که همش یه طرفه شد، نه، مردی هم که عدالت رو رعایت نکنه، مردی که نفقه نده، مردی که رسیدگی نکنه، مردی که احترام نگه نداره، مردی که تحقیر کنه، مردی که بددهن باشه، اینا که دیگه بحثای عجیب و غریبی داره، روایتش عجیب و غریبه دیگه. حالا فرصت نشد، وقتم واقعا تمام شده، شاید بعدا به این مناسبتی برای خدمت رو بگم. و نگاه حرام و چه میدونم خیانت به همسرش به این معنا که با کسی دیگه رو هم بریز و به این پشت بکنه، اصلا نص صریح قرآن میگه اگه یه زن دیگه هم میخوای بگیری
اینو معلقش نکن، حق نداری اینجوری آوارش کنی، ولش کنی، رها کنی، به حساب این برس. بعد تو من چقدر با احترام طلاقم که میگیره، تو دوره طلاق هم باید خونه اونو تامین بکنه، مخارجش نفقهشو بده. این طلاقه، این وظیفه مرد نسبت به زنه. خیلی بحث وسیعه و اینا چقدر حق و حقوق و اینا، این لابلا که اصلا بخش عمده از وادی حق و ناس همین است دیگه، گیر و گورایی که تو ارتباط همسر و ایناست، اینا بیچاره میکنه ما. بحث محرم و نامحرم و پروندهشو میبندیم، هرچند از روایات و مطالعه ما خیلی موند و دیگه واقعا من دیگه دستم بسته بود، بیشتر از این نتونستم با سرعت بحثو پیش ببرم. اگر باز لازم شد جلوتر به مناسبتی نکاتی رو عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.